درود بر شما همراهان گرامی و عزیز، به کانال خودتون خوش آمدید. فرمانده یگانهای ویژه پلیس میگه در سال 1402 باید ظرفیت خودمون رو دو برابر کنیم تا بتونیم برای مقابله با ناآرامی‌ها 400 نقطه رو پوشش بدیم. سربار حسن کرمی، فرمانده یگانهای ویژه فراجا، میگه در ابرفتنه اخیر که با پیروزی پشت سر گذاشتیم و نام آن عملیات رو لبیک با زینب نهادیم، تونستیم دشمن رو با همه توان و همه استعداد خودش از نظر مادی، نیروی انسانی و پشتیبانی رسانه‌ای زمینگیر کنیم و دماغ اون رو به خاک بمالیم. و اما در این سند تاریخی به درستی میبینید که این چیزی نیست که بشه پنهان کرد و براش دوباره آیه نازل کرد. دلایل اصلی خروج ایرانیان از اسلام و قوانین اسلامی و عقاید اسلامی جنایت، دروغ و ریا بوده. در روز روشن و شب تار بهترین فرزندان ایرانمون رو کشتن و بیش از 100 هزار نفر رو دستگیر، زندانی و شکنجه کردن و نام اون رو زینب هم میذارن. و این در حالیه که بچه های امروز ایران با خروجشون از دین و مذهب جواب دندان شکنی به همه اینا دادن و آینده پاسخ این جوانان رو و همچنین قهرشون رو خواهد دید. در قرن 21 دیگه نمیتونید جنایت کنید و با تبلیغات، خرافه‌گری، مزخرفات دینی و مذهبی جوانان ایران رو فریب بدید، زیرا اونا هستن که در خیابانها جان میدن تا آزاد بشن. در همین رابطه بخشی از سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی در نشست همبستگی پلی برای آزادی رو بشنوید. همیانان عزیز درود. روزی نیست که نگذره که آهنگ زیبای شروین حاجی‌پور تو گوشم زنگ نزنه و تصویر جوانای کشورمون که هر روز دارن جونشون از دست میدن، ادامه این مبارزه برای آزادی و انگیزه که هممون داریم که هرچه زودتر از شر نظام خلاص بشیم و کشور ما فرصت یک نوزایی داشته باشه، یک آزادی داشته باشه رو مسلماً ایجاد میکنه. و میدونیم تنها نیستیم. تنها نیستیم چون صدای مردم امروز ایران امروز کاملا واضح روشنه که چی رو نمیخوان و آن چیزی که برای اون تلاش میکنیم این استش که وسیله‌ای رو پیدا کنن در آینده که آنچه را که میخواهند به دست بیارن در یک انتخابات آزاد و دموکراتیک. ما اگه امروز اینجا نشستیم الزاما به خاطر این نیست که حتما راجع به همه چیز هم نظر هست، ولی برای این نشستیم که سر حداقل مسائلی که میتونیم روش توافق بکنیم زمینه همکاری با یکدیگر رو مشترکاً فراهم کرده باشیم. درک این مسئله خیلی مهمه دوستان. بلکه هرگز نمیشه توافق 100% ایجاد کرد. هیچ جای دنیا اینطور نیست. ولی آیا میتونیم یک ملت همصدا و همبسته باشیم در زمانی که کشور نیازمند یک تغییر اساسی است به وجود بیاریم؟ این کار بستگی به مسئولیت پذیری، مشارکت و نقد سازنده کردن هست و ما به سهم خودمون با اجازه دوستان میگم ما کاملا نقد پذیر هستیم و میخواهیم هر جا که بشه کار رو بهتر پیش برد طبیعتا بهتر پیش ببریم، ولی هیچ ادعایی فراتر از این که بتونیم وسیله رو فراهم بگیم که نمایندگان منتخب مردم در آینده کشور بتونن تصمیماتی که وظیفه ما نیست بلکه وظیفه آنها خواهد بود که راجع به این مسئله تصمیم بگیرن به اونجا برسیم. در این فاز مبارزه قطعا مقابل هستیم با فروپاشی کامل نظام، ولی در فردای این فروپاشی باید به خودی و به دنیا ثابت بکنیم که پشت سر این ماجرا نه تنها خلایی به وجود نخواهد اومد، ایران سوریه نخواهد شد، بلکه این همه ما افراد مستحق، قابل، متخصص هم در داخل کشور و هم در خارج کشور داریم که این نظام هرگز به بازی نگرفته، چون اصلا هدفش ایران و ایرانی نبود، ولی افراد دلسوز و قابل همه جای دنیا و در داخل ایران دارید. ایرانیان ساکن تورنتو شاید یکی از مهمترین به قول معروف دیاسپورا یا کامیونیتی برون مرزی هستند در شهری که هستید. در بین شما همه جور تخصص هست، نه فقط در تورنتو، در شهرهای دیگر، در فرانسه، در انگلیس، در آلمان، در آمریکا، در خیلی کشورها. و گرچه پراکنده هستیم ولی این به مفهوم نیست که اتصالی وجود نداره. امروز تو این دنیای سوشال میدیا ارتباطات از هر زمانی بیشتر است و این ارتباطات اتفاقا دقیقاً اون چیزی است که میتونه تفاوت بین مقابله نظام با از بین بردن این ارتباط بین ما که باعث این همبستگی میشه رو بگیره. شما همه خوب میدونید
که جمهوری اسلامی همیشه تلاش کرده که این ارتباط رو بین مردم از بین ببره یا قطع بکنه یا به حداقل برسونه. اولی موزلی که همه صحبت شروع کردن روزا اینه که دسترسی به اینترنت، برای اینکه این ارتباط حیاتی است برای هماهنگی، برای تصمیم گیری، برای اطلاع رسانی. و یکی از کارهایی که خیلی روش تاکید شده و لااقل ماها به سهم خودمون سعی می‌کنیم گوشزد بکنیم در نشستهایی که داریم با پارلمان‌های جهانی و یا دولت مردانی که هستن، که این مسئله برای ایران بسیار حیاتی است و نیازمند این هستیم که واقعا در رابطه کمک بکنیم. این یکی از اولین درخواست‌های فعالینمون هست در داخل کشور. و البته چه گونه کمک‌هایی رو میشه به ایران و ایرانیان رسوند امروز که بخش زیادیش واقعا فکر کنم بستگی به این پیدا خواهد کرد که خود همیارانمون چجوری راه‌های رسوندن امکانات مالی رو فراهم بکنن، برای اینکه مثلا فرض کنید در آینده بخوایم اعتصابات کارگری در کشور شکل بگیره که شاید مهمترین عامل فشار از درون روی نظام هست، بشه به وجود بیاد که خب کارشناسان روی مسئله دارن کار میکنن و بحث میکنن که نحوه این کار رو بررسی بکنن. به هر حال دوستان در همین فاصله من روی آخرین نکته تموم میکنم. در سفرهایی که اخیراً همگیمون داشتیم، البته جست گریخته پخش بعضی وقتا با هم بودیم بعضی وقتا جدا، ولی کلن این پیام رو رسوندیم من به سهم خودم، دقیقا این بود که سیاست فشار حد اکثری که دنیا از راه تحریم ها سر کرده روی نظام بیاره و یکی از مسائل کلیدی که این روزا بحثش هست تحریم سپاه هستش و گذاشتن سپاه در لیست تروریست که میتونه عامل بسیار مهمی باشه که از یک طرف فشار بیشتر رو نظام میاره ولی از طرف دیگر قابلیت کندن از نظام و به مردم ملحق شدن رو بیشتر انگیزه ایجاد بکنه درشون، البته با برنامه‌ای که در فردای این نظام جایی رو داشته باشن در آینده، نه که مثل عراق پخش و پلا بشن و اصلا به کلی بیکار بمونن. این رو باید راجع بهش فکر کرد و برنامه داشت، بلکه هم پارالل با این فشار حد اکثری از خارج یک حمایت حد اکثری هم از مردم ایران جزو سیاستشون بیاد. در تمام این سالها اولین ایرادی که به اشکال اساسی در سیاست خارجی دول کشورهای دموکراتیک غربی علل خصوص آوردم این بود که شما مبنای سیاستتون رو روی یک انتظار غلط چیده بودید از ابتدا و اونم انتظار تغییر رفتار این نظام بود. این نظام اصلا دی ان ایش طوریه که جور در نمیاد با دنیای آزاد. تمام ارزش‌های انسانی و حقوق بشری و دموکراسی که صحبتشو میکنیم اصلا از وهله اول در این نظام نبوده و نیست. تمام تبعیض‌ها از زمانی که رژیم پاشون در ایران گذاشت شروع شد، نسبت به اقلیت‌های مذهبی، نسبت به اقوام، نسبت به LGBTQ کامیونیتی، نسبت به خیلی مسائل دیگر. اونا هممون درک کردیم دنبال اون که نبودن، که دنبال فقط صدور یک ایدولوژی مذهبی بودن در سطح جهانی و براشون مسئله سیاسفیده، یعنی برای اینکه موفق بشن واسه شکست بدن تمام اون ارزشایی که پایه‌های اصلی کشورهای آزاد و دموکراتیک هست. مردم ایران از طرف دیگر دقیقاً آنچه رو میخوان برای خودشون که ماهایی که توی کشورهای آزاد زندگی میکنیم هر روز تجربه میکنیم، همین ارزش‌ها رو میخوان، همین آزاده خارم. تمام بچه ها که الان که ما اینجا نشستیم در فضای آزاد میتونیم صحبت بکنیم، تو زندان اوین در هست هستن، بعضشون منتظر اعدام شدن هستن، مگه به غیر از این چیز دیگر رو میخوان؟ همین آزادی که ما داریم که در شهرهای مختلف شعارهایی رو بتونیم بدیم که بیان نظر خودمون هست و الزاماً یکی نیست، همون آزادی رو تو کشور خودمون داشته باشیم. من به عنوان ایرانی دنبال این هستم و فکر کنم خیلی از شما هم همین رو میخوان. آیا ما میتونیم نهایتاً یک فرهنگ سازی جدید مدنی سیاسی در کشورمون جا بندازیم که خیلی فراتر از نهادهای حکومتی و حتی جامعه مدنی این فرهنگ رو جا بندازیم که ما میتونیم با هم مخالف باشیم، ولی مخالف به معنی دشمن بودن نیست. این را اگه یاد بگیریم بالاخره به دروازه تمدن و دموکراسی خواهیم رسید و من به این باور دارم که میرسیم، چون جوانهای امروز رو که میبینم اینو درک کردن، با هم دارن هزینه میدن، با هم دارن فریاد میزنن در چهار گوشه ایران. بنابراین من به این آینده امیدوار هستم و میدونم که با هم خواهیم تونست بالاخره به این مقصد برسیم. سپاس از همه. جان کلام این که توی یک انقلاب هیچ نیروی خارجی نمیتونه کمک کنه، حتی سلاح‌های کشدار جمعی هم نمیتونن کمک کنن. اولین رکن انقلاب اینه که پشت هم باشیم و اکثریت تفکر و حرکت براندازانه داشته باشن. لازم نیست همه چریک باشیم، ولی لازمه که همه برانداز باشیم.
بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.